سفیر تیمرمن، تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. ناتو از اعلام تازه آتش‌بس رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرده. آیا امیدوار هستید که جنگجویان جنگ را متوقف بکنند؟ خب ناتو به خصوص منشی عمومی ما از اعلام اخیر آتش‌بس یک جانبه توسط رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرد. فکر میکنم که این یک اقدام شجاعانه و دوراندیشانه است و استوار بر پیشنهاد گفتگوهای بی قید و شرط صلح است که رئیس جمهور غنی آن را در ماه فوریه به طالبان پیشکش کرد. اکنون واضحند که مسئولیت به عهده طالبان است تا آن پیشنهاد را بپذیرند. منظورم این است که ناتو از نزدیک نیروهای امنیتی افغانستان را همکاری می کند و آنان را در آوردن فشار نظامی بر طالبان یاری می رساند. من فکر می کنم که طالبان توصیه شوند که این پیشنهاد را برای رفتن به میز مذاکره بپذیرند. معامله بهتر از این برای آنها وجود ندارد و این تنها راهی است که آنها می توانند بر طور قانونی در جامعه و سیاست افغانستان ادغام شوند. Legitimately integrate themselves into Afghan society and politics. So the question is that. اما سوال این است که چرا طالبان هنوز پیشنهاد سخاوتمندانه صلح ارائه شده توسط رئیس جمهور غنی در ماه فوریه را نپذیرفتند؟ Well, what we know is that there are discussions, that there are talks ongoing, informal talks. خب آنچه ما می‌دانیم این است که بحث‌های موجود است، گفتگوهای غیر رسمی. و فکر من این دلیل برای خوشبینی است و فراموش نکنیم که این کشور با تقریبا 14 جنگ روبرو بوده است. بنابراین مطمئناً مدت طول می کشد تا از حالت جنگ به حالت صلح تبدیل شود. ما باید بر این ذهنیت کار کنیم و فکر می کنم ترکیب رویکرد مبارزه با رویکرد گفتگو یک جا با پیشنهاد مذاکره بی قید و شرط در میز مذاکره گام است در مسیر درست. Negotiating table is a step into the right direction. You know that there's been. شما می‌دانید که کابل و اسلام آباد درگیر یک بازی ملامتی بودند. آیا شما شاهد پیشرفت واقعی در روابط بین افغانستان و پاکستان هستید؟ Well, what I see and what is sort of making me hopeful is that. خب چیزی را که می‌بینیم و برایم امیدوار کننده است این است که گفتگوها افزایش یافته است. فعالیت‌های دیپلماتیک با مذاکرات و در نهایت با نتیجه‌گیری موافقت‌آمیز برنامه عمل میان پاکستان و افغانستان برای ایجاد اعتماد بین دو کشور بیشتر شده است. و من فکر می‌کنم این دقیقاً همان چیز است که ما بدان نیاز داریم. سوال شما کاملاً بجاست. من فکر می‌کنم در نهایت ما هر دو کشور را از روی عملکردهایشان قضاوت خواهیم کرد، نه فقط از روی حرف‌هایشان، که این موضوع نیاز به پیگیری دارد. اجازه دهید به شما اطمینان دهم که ناتو به عنوان یک سازمان سیاسی نه تنها در بخش امنیتی افغانستان علاقه‌مند است، بلکه ما روند سیاسی را نیز دقیقاً تحت نظر داریم و آن را پیگیری می‌کنیم. بنابراین ما هم افغانستان و هم پاکستان را تشویق می‌کنیم تا به یک توافق خوب دست یابیم که به افغانستان اجازه رسیدن و آینده بهتری را بدهد. من فکر می‌کنم که ما برای تحقق این هدف با تماس سازنده با پاکستان نیاز داریم. Let's talk about the role of other بیاین در مورد نقش دیگر بازیگران منطقه‌ای در افغانستان اندک صحبت کنیم. کشورهای عضو ناتو برای ترغیب کردن ایران، پاکستان و روسیه برای جلوگیری از حمایت مخفیانه از طالبان چه می‌کنند؟ Backing the Taliban, do you think? You would certainly have noted that NATO foreign ministers during شما مطمئنا در جریان هستین که وزیران امور خارجه ناتو در نشست بهار امسال بیانیه صادر کردند و در آن باری دیگر اطمینان دادند که به حمایت مالی و نظامیشان از نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه می‌دهند. آنها همچنین به این واقعیت اشاره کردند که برای دریافت راه حل مسالمت آمیز در این کشور نیاز است تا همسایه های افغانستان به صورت سازنده دخیل شوند. آنها از پاکستان یاد کردند و این کشور را تشویق کردند تا از پناهگاه های امن برای شورشیان دست بکشد. و
و این امر نشان می‌دهد که پاکستان باید بخشی از راه حل باشد و آینده باثبات و مرفه افغانستان به نفع مردم پاکستان هم تمام می‌شود. A stable and prosperous future of Afghanistan is also in the very interest of the Pakistani people. And lastly, you know that ordinary Afghans are. و پرسش آخر این که شما می دانید که افغان های عادی بسیار نگران وضعیت امنیتی در کشور هستند. با عنوان مثال مسجدها و مکتب ها مورد حمله قرار می گیرند. وزارت داخله کشور در کابل تحت حمله قرار گرفت و همچنان بر جلسه شورای علما در کابل به تازگی حمله شد. با توجه به این همه آیا روشنی گره در دل این همه تاریکی می بینید؟ آیا مردم افغانستان سرانجام به صلح و ثبات دست خواهند یافت؟ I see peace and stability on the horizon for ordinary Afghans. It's very clear the security situation in Afghanistan remains a challenge. But وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان چالش انگیز است. اما من نمی‌دانم که آیا شما فرصت برای شنیدن حرف‌های جنرال نیکلسون داشتید که نزدیکترین شریک نظامی من است. او در ارزیابی خود گفت که نیروهای امنیتی افغان روز به روز بهتر می‌شوند و طالبان بیش از پیش در حالت دفاعی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم دلیل برای امیدواری موجود است. من می‌خواهم مشاهده شخصی خود را به شما بگویم. تا کنون بیش از 5 میلیون افغان ثبت نام کردند. با وجود خطر مشخص امنیتی آنها برای رایدهی ثبت نام کردند. چرا آنها آن کار را می کنند؟ چون که معتقدند که مشارکت در روند دموکراتیک ارزشمند است و ارزش بجان خریدن خطر را دارد. پس این نشان می دهد که مردم افغانستان در دفاع از کشور خود متحد هستند. و من فکر می کنم این دو نشانه خوب است که به آینده بهتر این کشور دلالت می کند. و شما می دانید که وزیران دفاع در مقر ناتو بیش از 2 ساعت در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند و برداشت من از این دیدار این است که در مورد ادامه حمایت از افغانستان یک اتفاق نظر وجود دارد. وزیر دفاع افغانستان تاریخ‌شاه بهرامی نیز حضور داشت. او از حمایت بسیار قوی برخوردار شد و به خاطر آنچه که او در بخش اصلاح و حرفه‌سازی نیروهای امنیتی افغانستان انجام می‌دهد مورد ستایش قرار گرفت. مطمئن هستم که نشست آینده ناتو بار دیگر تایید می کند که ناتو در کنار شما قرار دارد. منظور من از شما مردم افغانستان است. اساساً به این معناست که ما تا هنگام در این کشور می مانیم که مأموریت ما به سر برسد. Ambassador Zimmermann, thank you very much for your time. My pleasure. I do appreciate it.